اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک، سازنده انواع سنسور هاست. ضد گلوله بودن شیشه دیگه چیز دور از ذهنی نیست، اما اینکه یه تیکه شیشه معمولی بتونه اینجوری گلوله فلزی رو مثل پنیر له کنه واقعا اتفاق عجیبیه. این جسم معروف به قطره پرینس روپرت، جنسش دقیقاً از همون شیشه ای که توی در و پنجره ها استفاده میکنیم، ولی اونقدر محکم شده که نه ضربه چکش بهش اثر میکنه، نه گلوله، نه حتی پرس های سنگین چند تونی. با این حال یه نقطه ضعف خیلی عجیب داره، دومش. کوچکترین فشاری که به دوم این قطره وارد کنیم یهو منفجر میشه. دقت کنید که یه شکستن ساده نیست، واقعا منفجر میشه. امروز میخوایم دلیل این رفتارهای دیوانوار قطره روپرت رو ساده و کامل بفهمیم و کنارش هم کلی چیزهای جالب یاد بگیریم. خب قبل از هر چیزی بیاد ببینیم دقیقاً چه اتفاقی برای شیشه میفته که همچین ویژگی‌های عجیب و غریبی پیدا می‌کنه. وقتی یه قطره شیشه مذاب میفته داخل آب سرد، لایه بیرونیش خیلی زود سخت و جامد میشه، اما قسمت‌های داخلی همچنان داغن. بعد از چند ثانیه داخلش هم گرمای خودش رو از دست میده و منقبض میشه. این انقباض یا جمع شدن سعی می‌کنه کل قطره رو فشرده کنه به سمت داخل، اما چون لایه بیرونی قبلا سرد و محکم شده دیگه نمیتونه تغییرش بده. یعنی به شکل دائمی یه نیروی از داخل میخواد قطره رو منقبض کنه، ولی سطح بیرونی کاملا ثابت شده و تکون نمیخوره. این وضعیت یه نتیجه خیلی جالب داره. با پل‌های کمانی یا قوسی آشنا هستید. نکته طلاییشون اینه که هرچقدر وزن بیشتری روی پل قرار میگیره، اجزای سازندش فشار بیشتری به هم دیگه وارد میکنن. پل محکمتر و فشرده تر میشه. برای قطره روپرت هم تقریبا یه همچین وضعیتی پیش میاد. کشش داخلی سعی میکنه سطح بیرونی رو به سمت خودش بکشه، ولی این نیرو فقط باعث فشرده تر شدن و محکمتر شدن لایه خارجی میشه. به نیروی روبه داخل که بر اثر انقباض ایجاد شده میگن تنش کششی، به مقاومت سطح خارجی هم میگن تنش فشاری. چیزی که سطح قطره روپرتو به طرز وحشتناکی محکم و مقاوم کرده دقیقاً همین فشردگی اتم هاشه. یعنی شما هر ضربه‌ای که بهش وارد می‌کنی ترک یا شکافی به وجود نمیاد، چون برای ایجاد ترک باید اون جسم تحت کشش باشه، در حالی که اینجا سطح قطره به صورت دائمی تحت فشردگی شدیده. اون کشش داخلش چند هزار برابر از فشار اتمسفر قوی تره. برای همینه که گلوله رو متلاشی میکنه. حتی میتونه تا حدود 20 تن رو تحمل کنه. اما همونطور که گفتم کوچکترین فشاری که به دومش وارد میشه کلن منفجرش میکنه. دلیل این تناقض چیه؟ چطور ممکنه سر قطره اینقدر قدرتمند باشه، دومش اینقدر ضعیف؟ قسمت سر به خاطر حجم بیشتری که داشته، لایه بیرونیش سری جامد شده و داخلش به آرومی انقباض پیدا کرده. ولی قسمت دوم چون نازکتر بوده، داخل و بیرونش تقریبا همزمان جامد شدن، با یه فاصله زمانی خیلی کم. پس داخلش تنش کششی چندانی به وجود نیومده و در نتیجه سطح بیرونیش هم تنش فشاری زیادی نداره، خیلی محکم نیست. برای همین با یه ضربه کوچیک یه ترک روی لایه بیرونیش ایجاد میشه و حالا کشش داخلی دیگه زورش میرسه که همه چیزو به سمت خودش بکشه. مثل همون پل کمانی که وقتی یکی از سنگهاشو برداریم جاذبه زورش بهش میرسه و فرو میریزه. چیزی که ما به صورت انفجار می‌بینیم همین آزاد شدن ناگهانی اون نیروی کششی روبه داخله. بعدش هم چون مولکول‌های شیشه به همدیگه متصلن، هر جایی که فرو می‌ریزه قسمت‌های کناریش هم همین بلا سرشون میاد. یعنی این اتفاق شبیه یه دومینو جلو میره و در نهایت کل قطره دچار این فرو ریزش انفجاری میشه. ضبط این پدیده با دوربینای سرعت بالا نشون میده که سرعت حرکت این موج انفجاری میتونه تا 2 کیلومتر بر ثانیه هم برسه. این نکته هم باید بگم که خیلی وقتا ما به سر قطره یه ضربه معمولی میزنیم و منفجر میشه و نتیجه میگیریم که اونقدر هم محکم نیست، اما این اشتباهه. در واقع ضربه‌ای که به سر قطره زدیم تکون شدیدی توی دم ایجاد کرده و باعث شکستنش شده و بعدش هم کل قطره از هم پاشیده.
قبل از اینکه بریم سراغ کاربردهای جالب قطره روپرت، بیاید یه نگاهی بندازیم به اینکه اصلا از کجا سر و کله‌اش پیدا شد. شواهدی وجود داره که نشون میده این قطره‌ها از حدود قرن 16 و 17 میلادی برای هلندی‌هایی که در زمینه ساخت شیشه فعالیت می‌کردند، شناخته شده بود. برای همین معروف شده بودن به اشک هلندی. سال 1660 یه آلمانی به نام پرینس روپرت از راین تعدادی از این قطره‌ها رو با خودش می‌بره به انگلستان و میده به شاه چارلز دوم. شاه هم اینا رو در اختیار انجمن سلطنتی میذاره تا درباره ویژگی‌هاشون تحقیق و آزمایش کنن. از همینجا بود که معروف شدن به قطره‌های پرینس روپرت، یعنی همون شخصی که اینا رو آورده بود. سال 1665 رابرت هوک، دانشمند بزرگ انگلیسی، برای اولین بار به این نتیجه رسید که انفجارشون به خاطر فشار خیلی زیادیه که داخل این قطره‌ها ذخیره شده. شکستن دمش باعث ایجاد ترک‌هایی میشه که این فشار رو آزاد می‌کنن. توضیح درستی بود، ولی جزئیات دقیقش رو هنوز کسی نمیدونست. خب این فشار از کجا وارد قطره شده؟ در طول قرنهای بعدی کم کم شناخت ما از این پدیده کاملتر شد و در نهایت فیلمبرداری با دوربین‌های سرعت بالا دانش ما رو کامل کرد. قطره روپرت یه فامیل نزدیک هم داره، بطری بولونیا. اسمش رو از شهر بولونیای ایتالیا گرفته، چون به نظر میاد اولین بار اونجا کشف شد. برای ساختش یه بطری شیشه‌ای معمولی رو حرارت زیادی میدن تا به دمای نزدیک به ذوب برسه. بعدش بیرونش رو با سرعت زیادی سرد میکنن، داخلش رو خیلی آهسته تر. اینجا هم دقیقا همون اتفاقی میفته که برای قطره روپرت پیش میاد. یعنی اول قسمت بیرونی محکم میشه، بعدش که قسمت‌های داخلی سرد و منقبض میشن، یه تنش کششی رو به داخل ایجاد میکنن. در نتیجه لایه بیرونی تحت تنش فشاری قرار میگیره و محکمتر میشه، ولی داخلش خیلی ضعیفه. کافیه مثلا یه سنگریزه بندازیم توش، فوراً خرد میشه و میریزه. همین رفتار عجیب باعث شده توی شعبده‌بازی‌ها زیاد ببینیمش. مثلا محکم میکوبنش به زمین یا باهاش یه میخ رو میکوبن توی چوب تا نشون بدن خیلی محکمه، ولی بعد یه سنگریزه کوچیک میندازن داخلش رو تکونش میدن و میشکنه. کسی که فیزیک ندونه ممکنه فکر کنه اون شخص یه قدرت ماورایی داره یا اون بطریه یه چیز جادوییه. با اینکه خود قطره روپرت تقریبا هیچ کاربرد عملی نداره، ولی تحقیقاتی که روی ویژگی‌هاش انجام شد نتایج زیادی داشت. یکی از مهمتریناش ساخت شیشه‌های سخت شده است که معروفن به سکوریت. سکوریت از همون سکیوریتی یا امنیت گرفته شده. روش ساختشون به این صورته که همین شیشه های معمولی رو تا حدود 700 درجه حرارت میدن تا نزدیک بشه به نرم شدن. بعدش یهو از دو طرف بهش هوای سرد دمیده میشه. با این کار سطوح خارجیش فوراً سفت میشه، اما داخلش همچنان منبسط و گرم میمونه. چند ثانیه بعد که داخلش هم سرد و منقبض میشه، یه تنش کششی رو به داخل ایجاد میکنه و مقاومت لایه‌های بیرونی در برابر این کشش هم تنش فشاری به وجود میاره، دقیقاً شبیه قطره روپرت. بنابراین مقاومتش در برابر ضربه و فشار تقریباً 5 برابر بیشتر از شیشه معمولیه. گرم و سرد شدن ناگهانی هم خیلی بهتر تحمل میکنه. مهمتر از همه ایمن بودنشه. شیشه های معمولی وقتی میشکنن تیکه های بزرگی با لبه های خیلی تیز ایجاد میکنن که باعث بریدگی های شدیدی میشه. اما سکوریت به خاطر اون انرژی پتانسیلی که داخلش ذخیره شده وقتی میشکنه مثل قطره روپرت به تیکه های ریزی تبدیل میشه که لبه های نسبتاً صافی دارن. سکوریت به خاطر همین ویژگی‌هاش یه مشکلاتی هم داره. حتما زیاد دیدید که موقع جابجایی یا نصب با یه بی‌دقتی کوچیک یهو پودر میشه و فرو می‌ریزه. معمولاً دلیلش ضربه‌های کوچیکیه که به لبه‌ها یا گوشه‌ها وارد میشن، چون این قسمت‌هاش تنش فشاری ندارن و ترک‌ها به سرعت جلو میرن. یعنی در واقع لبه‌های سکوریت مثل دم قطره روپرته. دقیقاً به خاطر همینه که برای تولید سکوریت اول باید شیشه معمولی رو به اون اندازه هایی که لازم داریم ببریم، بعد حرارتش بدیم، چون وقتی سکوریت شد دیگه نمیشه بریدش، پودر میشه. کلن تحقیقات و آزمایشاتی که روی قطره روپرت انجام شد نقش مهمی داشت توی ایجاد شاخه جدیدی از علم به نام مکانیک شکست که کارش بررسی تخصصی انتشار ترک‌ها توی اجسام مختلفه. اهمیت زیادی هم داره برای ایمن کردن همه چیز، از هواپیما گرفته تا پل‌ها، ساختمون‌ها و چیزایی مثل شیشه‌های ضد گلوله.
حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا فقط شیشه میتونه یه قطره روپرت بسازه؟ مثلا اگه یه آهن مذاب رو داخل آب سرد بچکونیم چه اتفاقی براش میفته؟ فلزات نمیتونن قطره روپرت بسازن چون رسانایی گرماییشون خیلی بالاست، یعنی خیلی سریع گرما داخلشون پخش میشه. بنابراین بین سطح این قطره مذاب و مرکزش اختلاف دما اونقدر شدید نیست که بتونه تنش‌های کششی زیادی داخلش ایجاد کنه. همون کشش کمی هم که به وجود میاد میتونه سطح قطره رو بکشه به طرف داخل، چون فلزات انعطاف پذیرن، مثل شیشه نیستن که وقتی جامد شدن دیگه همونجا بمونن. البته مواد دیگه‌ای وجود دارن مثل بعضی از پلاستیکای شفاف و سخت یا بعضی از سرامیکا که اینا هم تا حدودی میتونن قطره روپرت بسازن. حتی توی طبیعت هم تشکیل این قطره ها امکان پذیره. وقتی گدازه های آتش فشانی حاوی سیلیکات باشه، یعنی همون ماده اصلی سازنده شیشه ها، اگه بعد از بیرون ریختن وارد آب سرد بشه، شاید بتونه قطره روپرت تشکیل بده. البته معمولا خیلی کم این اتفاق میفته. به جاش یه پدیده خیلی رایج‌تر داریم که تا حدودی شبیهشه. قطره های مواد مذاب آتش فشانی وقتی به هوا پاشیده میشن، قسمت بیرونیشون در مجاورت هوا سرد و جامد میشه و داخلشون تا چند ثانیه گرم میمونه. همون تنش های کششی و فشاری روی اینا هم به وجود میاد، ولی نه به اون شدت. بنابراین خیلی سفت و سخت نیستن. به شکل قطره های شفاف یا سیاهی روی زمین فرود میان و معروفن به اشک پله، چون توی افسانه های مردم هاوایی پله الهه آتش فشان ها و خالق جزایر هاوایی بود و اینا اشک هاشن. حتی یه چیز عجیبتر هم هست به نام موی پله. وقتی مواد مذاب با فشار زیادی به هوا پاشیده میشن، بر اثر وزش باد یا نیروهای پرتابی خودشون کش میان و همزمان سرد میشن و این رشته های نازک رو تشکیل میدن که مثل مو ریخته میشن روی زمین. موهای پله. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن، شرکت فیوتک طراحیش می‌کنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل می‌کنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.